بجور دلم اسیر مرداب شده. چرا؟ چون رابطم با تو شکر آب شده. من اصلا به یاد تو نیستم، تو همیشه به یاد منی، تو همیشه حال منو جویا میشی، تو هفته ای دوبار پرونده منو میبینی، هفته ای دوبار آبروم پیش تو میره، هفته ای دوبار از حسناتت میبخشی به من، همیشه سفارش ما رو به خدا میکنی، شفاعت میکنی. نه این که من تافته جدا بافته باشم، خودم که اهمیتی ندارم، فقط به خاطر این که من مادر تو دوست دارم. من گریه کن جد غریبتم، تو خیلی آقایی، تو خیلی آقایی، تو خیلی آقایی، تو خیلی آقایی. دوتا جوون اول محرم گفت اومدن تو هیئت ما زیر خیمه، همه لباس سیاه پوشیده بودن، اینا لباس رنگی، هی در گوشم حرف می زدن و لبخندم رو لبشون بود. آخر که اومدن برن بهشون یه حرفی زدم که چرا این کارو کردین. فردا عصری رفتم به هر زحمتی بود خونشونو پیدا کردم، گفتم من از شما معذرت میخوام. چی شده؟ گفتم اگه نمی اومدین دق میکردم. ما که خیلی خندیدیم، شما با ما برخورد کردی. چی شد؟ دیشب امام زمان و خواب دیدم، فرمود با مهمون ما چی کار داری؟ گفتم آقا اینا آدابشو بلد نبودن. فرمود هر کی زیر این خیمه میشینه مهمون ماست، تو همه جا هوای ما رو داری، اما من بی معرفت نه زندگیمونی که تو میخوای، نه دوستی کردنام، نه قضا خوردنام، نه رفتارام، نه حرف زدنام. امروز جمعه هم گذشت تو نیومدی. کجا روزه گرفتی مارم ببری آقا جان؟ بدجور دلم اسیر مرداب شده، چون رابطم با تو شکر آب شده. امروز چه فایده نباشی، فردا بر تاقچه عکس نوکرت قاب شده. آقا جانم همه آهوان سهران
سر خود نهاد بر کف به امید آن که روزی به شکار خواهی آمد یا صاحبم.